بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت تمامی شما بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون راه فردا، امروز هم در برنامه راه درمان با شما هستیم و موضوعی که انتخاب کردیم چربی شکم در نزد افراد میباشه. یکی از چالش ها و مزل های اساسی اضافه وزن همین چربی شکم هست و بیشتر آقایان هم دچار چربی شکم هست. انشاءالله با دکتر صاحب این موضوع را ما به بحث خواهیم گرفت و اگر شما هم در این رابطه سوال و مشکلی دارین میتونین مستقیما سوالاتتون را از دکتر صاحب بپرسین. 0-2250-3444 و همچنان 0-2250-3888 و مهمان ما در این بخش دکتر محمدالله محمدی، معالج امراض داخلی عمومی و استاد دانشگاه. دکتر صاحب سلام، وقتتون بخیر. سلام خدمت شما، سلام خدمت تمام بینندگان تلویزیون رای فردا. سلامت باشین دکتر صاحب. بریم در نخود صحبت ها رو از اینجا آغاز کنیم که چربی شکم چگونه با وجود میاد و چرا اغلب بیشتر مردان به این چربی شکم مبتلا هستن؟ در مجموع تشکر جهان سپاس از شما تلویزیون رای فردا، چون واقعا یک برنامه بسیار خوب را اشاره میکنن که امروز هم یک موضوع بسیار خوب را اشاره میکنه که اکثر اوقات مریض ها پیش شما مراجعه میکنه و یکانه مشکلی که اکثر توقعات ها نزده دیده میشه چاقی است و از شکم بسیار یک مشکل جدی را میپنداره و بسیار مهم هم است و بسیار مضر هم است و بسیار خطرناک است. پس ما چربی شکم را تعریف میکنیم که هرگاه وزن یک شخص از حالت نرمال زیاد شوه و پرخوری بیش از حد نزده جا صورت میگیره. در مجموع وقتی که ما اکثرت مریض ها را چیزی شکایت که میکنه و اکثرت مریضایی که وقتی که بیوگرافی یا تاریخچه مریض میبینیم، اکثرت اوقات کسان مشکلات یا با شهمیات خون مواجه میشه و اکثرت اوقات با افزایش وزن یا مواجه میشه و اکثرت اوقات با حالت مواجه میشه که شکمش کاملا از حالت نرمال زیادتر میپونده. پس عوامل مختلف گفتم میتونم که اکثرت عوامل همی است که مریضا یا هموطنان عزیز ما پرخوری بیش از حد میکنه. در قدم دوم از چیزهای استفاده میکنه که بسیار مضر است به نام الکل واوس، این چیزهایی که به شکل گازدار است و در مجموع میتونه که آفات خود اچ پایلوری همچنان باعث بزرگ شدن شکم شوه که البته بزرگ شدن البته نفخ و باد شکم نزدیا پیدا میشه. امراض پارازیتیک است که به نام جاردیا زست، یک نوع امراض پارازیتیک است که اکثر اوقات باعث پیدا شدن نفخ و باد شکم میشه که بزرگ شدن شکم همچنان صورت میگیره. و در مجموع کسانی که از زیاد شیرینی باب استفاده میکنن، در مجموع کسانی که از کربوهیدرات زیاد استفاده میکنن، در مجموع کسانی که از چیزهایی که زیاد پروتئینی بیش از حد می داشته باشه. پس هرگاه ما الکل زیاد بنوشیم، هرگاه ما از نوشابه های گازدار زیاد استفاده بکنیم، هرگاه ما از چربی هایی که به شکل سخت در بازارهای تجارت موجود است از او استفاده بکنیم، از گوشت زیاد استفاده بکنیم، از پروتئین باب زیاد استفاده بکنیم، پس باعث بزرگ شدن شکم میشه. پس یکی از عاملش گفتم میتونم که یگانه مشکلی که نزد مریض زیاد میشه بزرگ شدن شکم نزد زیاد احساس و دیده میشه. بله بسیار عالی دکتر صاحب. عدم تحرک و فعالیت روزمره هم میتونم باعث شوه که یک فرد دچار چربی شکم شوه؟ دقیقاً. در مجموع اگر ما هموطنان عزیز متوجه باشن، اگر ما یک مقوله طبی را ما استفاده زیادتر بیشتر بکنیم بسیار خوبتر میشه. او چی است؟ میگه شما صبح را استفاده بکنین یک شکل شاهانه واره و چاش را طور استفاده بکنین و یک شکل وزیرانه واره و شب را طور استفاده بکنین یک غریبانه واره. که بسیار یک دقیق یک مقوله بسیار خوب است. اگر هموطنان عزیز متوجه ازی باشه که از طرف صبح اگر یا استفاده نان را اگه زیاد بکنه یا غذاهای پروتئین دار استفاده بکنه، در پهلوش ورزش بکنه. ما این معنی که ما میریم ورزشگاه ورزش را اختیار میکنیم، نه خیر. ما ورزشگاه وقت ورزش انجام میتیم که پیاده روی زیاد بکنیم. یعنی بعضی اوقات مریضا پیش ما مراجعه میکنه، او روزا ما از طریق میدیا ها یک سوال کرد که دکتر من بسیار ضعیف هستم، من پیچه سفید هستم یا پدرم پیچه سفید است یا ریش سفید است. پس در این صورت میگه ورزش کرده نمیتونم. ورزش ایمانانه که ما در ورزشگاه بریم و از زیبایی اندام کار بکنیم یا مثلا یک کانفو کار کنیم، یک متعدد ورزش اختیار بکنیم، نه خیر. این رو مگه اختیار بکنه بسیار خوب، اما در پلوش بهتر همی است که همتانان عزیز متوجه باشین که شما یک تقسیم اوقات منظم پیش خود باید داشته باشین. وقتی که از طرف صبح شما غذا را زیاد استفاده بکنه، استفاده زیاد بکنه، اما در پلو شما کوشش بکنید که پیاده روی تان زیاد بکنه. خیر است اگر شما یک جای وظیفه میرین، نیم ساعت قبل از این که شما در موتر حرکت می داشته باشین زودتر میرسین، قبل از این نیم ساعت پیش از خانه حرکت بکنه، یک نوع ورزش بسیار خوب میشه. در پهلوی از این اگر ما پیچه سفید داریم، ری سفید داریم یا موی سفید داریم در عضو فامیل خود، پس کوشش داشته باشه یک تقسیم اوقات منظم برای جمع و جاری خود باید داشته باشه. البته پیچه سفید داریم. در پهلوش اگر ری سفید باشه، یک تقسیم اوقات منظم گشت و گذار در صحن حویلی، در خود
اتاق یک حرکات منظم را باید حرکات خود انجام بده. در پهلوی بسیار بسیار خوب است که ما از طرف شب یک رژیم غذایی کاملا باید متفاوت داشته باشیم، نظر به صبح، نظر به چاش و نظر به روزای دیگه. پس این معنی که از طرف شب بسیار پرخوری بیش از حد نکنیم. اگر باز هم احیانا ما پرخوری میکنیم، اگر میخوریم که زیاد بنوشیم و خورده شد، پس در این صورت کوشش و همتان رزیم ما که زودتر سر از استراحت نکنیم. یعنی همیش ما 2 ساعت 3 ساعت اقلا ایره ما شما مد نظر داشته باشیم. اگر ما شما خدای نخواسته اگر اینمی پرخوری را زیاد انجام بتیم و شبانه رفتیم پرخوری زیاد کردیم و دفتن سر از او خواب کردیم، پس یگانه مشکلی که نمی است که روز در روز، هفته در هفته، ماه در ماه شکم بزرگ میشه، کلان میشه. پس بسیار عواقب خطرناک ایجاد میکنه که حتی مشکلات مغزی را ایجاد میکنه، مشکلات قلبی را ایجاد میکنه، باعث هایپر لیپیدمیا میشه، شحمیات جگر و خون را به وجود میاره. پس این است که بسیار خطرناک است. متوجه باش همتان نزدیک که پرخوری بیش از حد و از نوشابه های متعدد و از نوشابه هایی که پروتئین زیاد داشته باشه، از چربی هایی که به شکل سخت در بازارهای تجارت است قطعا از او استفاده نکنه و از گوشتی که زیاد پروتئین داشته باشه، خصوصا گوشت که زیاد چربی داشته باشه مانند گوشت گوسفند، قطعا از طرف شب استفاده نکنه. پس اگر همین چیزا رو استفاده کنه باعث بزرگ شدن شکم میشه. بله بسیار عالی. دکتر صاحب چرا اغلب بیشتر مردان دچار چربی شکم میشن؟ البته در مجموع ما اگر کسایی را مد نظر بگیریم که فعالیت فیزیکی بیشتر داشته باشند، پس این معنی که سیستم هاضمی از یا هضم کردن را سریع‌تر می‌سازه، این معنی که گرسنه نمیشه زود. پس یکی از عواملی که شکم بزرگ میشه و چرا بزرگ میشه نزد مردها همی است که پرخوری زیاد میکنه. در پهلوش اگر ورزش را اختیار بکنه خوب میشه، اما یگانه مشکلی که ما نزد هموطنان عزیز ما دیده میشه، یگانه مشکلی که نزد عضو فامیل دیده میشه، یگانه مشکلی که نزد یک آقا دیده میشه می است که پرخوری زیاد میکنه اما در پهلوش ورزش اختیار نمیکنه. پس این می است که اکثرت اوقاتا باعث بزرگ شدن شکم نزد آقایان میشه. بله بسیار عالی. استرس و استراب هم میتونه دکتر صاحب نقش داشته باشه در افزایش چربی شکم؟ دقیقاً عوامل مختلف شده میتونه. یک عواملش باز هم گفتم میتونه که تقریبا 12 فاکتور است که باعث بزرگ شدن خود شکم میشه. پس یکیش اینه است که استرس است. در پهلوش خواب هست. پس استرسی که زیاد شود خواب زیاد میشه. پس همیشه کوشش داشته باش همتان عزیز که فعلا اکثریت کسایی که پیش ما مراجعه میکنن میگه من دکتر صاحب شکمم بزرگ شده اما بیکار هستم. یک عواملش میتونه که استرس باشه. پس کوشش داشته باشه همتانان عزیز ما که استرس زیاد، چرت زدن زیاد، که اینقدر چرت یگان مریضا را اگر ما بگوییم که آجی صاحب یا فلانه صاحب، شما کوشش کنه که زیاد تشویش نداشته باشه. میگه دکتر صاحب کاملا من بیکار هستم و چی کار کنم؟ خداوند روزی رسان است. زیاد چرت زدن هم خوب نیست. پس یگانه مشکل کمی است که یکی خوب باعث بزرگ شدن خود شکم میشه. در قدم بعدی یگانه مشکلی که نزد دیده میشه پس مشکل عصبی همچنان دیده میشه نزد. پس کوشش داشته باشه که استرس زیاد، چرت زیاد، به اصطلاح عام که بسیار خفگی زیاد نزد خود باید احساس را نداشته باشه. بله. چربی شکم آیا ارتباط میگیره به امراض دیگر مانند امراض قلبی، امراض شکر و یا هم سرطان ها؟ در مجموع اگر ما فوکس عمده را داشته باشیم که یک شخص چرا شکر پیدا میکنه، چرا مشکلات جگر پیدا میکنه، چرا مشکلات هایپرتنشن پیدا میکنه، چرا مشکلات هایپرلیپیدمیا، چرا مشکلات چربی های خون پیدا میکنه، پس یک فاکتورش میتونه که چاقی باشه. پس کوشش داشته باش همتان رزیمو که یکی از فاکتورش همی است که چاقی بودن است. پس هرگاه کسی که شاق شود، هرگاه کسی که شکمش بزرگ شود، پس چربی های زیاد میشه، باعث بلند شدن کلسترول و تریگلیسیرید خون میشه که بسیار خطرناک است. بله سلام، وقت بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایین اسمتان، از کجا تماس گرفتین؟ زلگه هستم از مزار. شما رو زحمت دادم. سلام و احترامات خود رو خدمت شما. تشکر، سلامت باشین، بفرمایین سوالتان رو بپرسین. دکتر صاحب شکایت من زیاد کلان شده است و خواهی من زیاد شده است. پیش دکتر رفتم، موقع چربی جگر شما بلند شده دید. چه دوا رو بخورم که می درمان شد؟ نفخ و باد شکم هم داری برادر عزیز؟ صدای تلویزیون تانو پخش کنیم، مشنیم صدای مرا؟ بله دکتر. نفخ و باد شکم هم داری؟ آه باد شکم زیاد دارم. تکلیف میده تا خود چک نکدی؟ تکلیف میده هم دارم دکتر.
بله بله، همین چربی خون تا یادت نیست که به نام یک تریگلیسیرید است که به نام کلسترول است، در کدام اندازه است، در کدام حد است؟ در 395 است گفت. تریگلیسیرید است؟ آه. کلسترول چند است؟ او رو معاینه نکردم. از طریق برنامه بشن انشاءالله خدمت است. صحیح. برادر عزیز سوال بسیار خوب کرد که یکی از فاکتورش میتونه که پیشه رو مشاره کردیم کسایی که شکمش بزرگ میشه، کلان میشه، چربی ها پیدا میکنه، بالاخره باعث پیدا شدن هایپرلیپیدمی میشه. چی معنی که خود ما در مجموع دو نوع شحم داریم در سیستم دوران خون و سه نوع لیپوپروتئین داریم. پس شحم عبارت از کلسترول و تریگلیسیرید است که بالاخره می خود برادرم که تماس گرفته بود که تریگلیسیرید بلند میره که در حالت نرمال از 70 تا 200 میلی گرم نرمال هست، بنابراین از برادر عزیزم از 300 هم بالا بود. این معنی که هایپرلیپیدمی داره و تریگلیسیرید بالا 100% کلسترولش هم بالاست. پس این مریض مشکلاتی که ایجاد میشه فشار بلند نزد از دیدنش و نفخ و باد شکم را اشاره کرد که این برادر عزیز 100% مصاب چپای دوری هست. دکتر صاحب در رابطه با راه های جلوگیریش هم صحبت داشته باشین، حال راه های جلوگیری از چربی شکم و همچنان سوخت و سوز چربی چه باید یک فرد بکنه؟ در مجموع یکی از راه های جلوگیریش همی است که ما کوشش داشته باشیم که یک تقسیم اوقات منظم باید داشته باشیم. یک، در قدم بعدی کوشش داشته باشیم همتان رزید ما که از نوشابه هایی که در روز در بازارهای تجارت هست اما نامه های مختلف داره زیاد استفاده نکنیم. پس کوشش داشته باشه که یک تقسیم اوقات منظم و از نوشابه های متعدد، از الکل های متعدد باید استفاده نکنه، از چربی هایی که در بازارهای تجارت هست به شکل مایی کوشش داشته باشه همتان رزید ما که به شکل سخت یا یک جامد باشه از او باید استفاده نکنه، به شکل مایی اگر باشه بهتر است، و از طرف شب کاملا یک غذای نرمال را باید مد نظر داشته باشه و بسیار بسیار چیزایی که بسیار مهم است در پلوش رژیم غذایی ورزش را باید فراموش نکنه که همتانان عزیز ما اگر در خانواده موجود است، اگر در فامیل ما موجود است، اگر در قصبات ما موجود است، اگر میبینیم که با این مشکلات مواجه است که بسیار عواقب خطرناک دارد. بله. فشار بلند پیدا میکنه، باعث امراض قلبی میشه، باعث مشکلات ذهنی میشه، باعث مشکلات افسردگی میشه، باعث مشکلات کن ذهنی میشه، باعث مشکلاتی که در مجموع امراض بسیار خطرناک میشه که باعث امراض سرطانی میشه، حتی امکان داره که شخص مصاب امراض سرطانی شه. بله، صحبت هایتون رو میشنویم، فعلا تماس داریم، تماس رو وصل کنین. بله. بله، سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایین اسمتان از کجا تماس گرفتین؟ تشکر، احمدی هستم از وزیرآباد میکنم. بسیار عالی، آقای احمدی بفرمایین سوالتان رو بپرسین. سلام خدمت شما بینندگان عزیز، تشکر از برنامه بسیار خوبیتان. سوال من است که زیاد شکمم زیاد نفخ میکنم، نادم کردیم، اسپایلری ندارم و زیاد به آب دهنم میره، به تکلیف هستم وقتی که شب خواب میشم زیاد آب دهنم میره. چند سال هستی برادر عزیز؟ هشت ماه. چند سال هستن؟ هشت ساله. هشت ساله. قبضیت هم امراج داری برادر عزیز؟ بعضی وقتا کم کم هست. بعضی نفخ و باد شکم هم هست کسش؟ خیلی زیاد دارم. وزنت چند هست و قدت چند هست؟ قدم یک افتاد هست و هست نمه اینجا و هشت یا پینجا هست. از طریق برنامه بشن برادر عزیز. شکر. بله، سپاس از همه شما بیننده ها و شنونده های عزیز که تماس میگیرین. همیشه وقت گفتیم موقعیت خوبی رو اختیار کنین و همچنان صدای ما رو از طریق موبایلتون بشنوین. بشنویم از شما. برادر عزیز، یکی از عمدترین اعراض علائمی که داشت نفخ و باد شکم داشت و در پلوش میگه آب دهنم از طرف صبح میاد. بله. پس برادر عزیز کوشش داشته باشه که ما در مجموع یک تست داریم که به نام استول اگزم است، یعنی اینمونه که یک معاینه بسیار عادی هست که مواد غایتی باید چک شه. پس اعراض علائمی که یک شخص مصاب هلمنساس، مصاب کرم هاست یا مصاب کرم باشه، همی است که لکای جلدی نزد ایجاد میشه و آب از دهنش میاد، خصوصا از طرف صبح. بله. پس کوشش داشته باشی برادر عزیز که پیش دکتر مراجعه بکن، یک معاینه مواد غایتی اجرا بکنی، میتونه که امراض پارازیتی که هلمنس یا کرم را شاید داشته باشی. یک، در قدم بعدو بازم میتونم گفته که اچ پایلوری گفت که منفی است، اما میتونه که غذای ناهضم شده از باعث مشکلات جاردی ها شاید داشته باشی. بله. پس کوشش داشته باشی همتان عزیز که پیش دکتر مراجعه بکن، یک معاینه مواد غایتی باید اجرا شه. درست است. تماس داریم. بله، سلام، وقت بخیر. بله، میشه. بله، بفرمایید. سلام شیخان، سلام علیکم. تو به دکتر صاحب یک سوال داشتم. دکتر صاحب بفرمایید. برادر عزیز، ما شکر دارم تا یک سال و
270 همین دندان ها خود ما بیتشیم نکشیم از سانسا که این دندان داره بودیم که بیتشیم بازمارد و شکر داریم اونا رو ما بیتشیم نکشیم سوالتر دشکم گرست نه پدر عزیز چه کردی؟ چند بوده؟ پدر عزیز چه کردی؟ 274 دوای شکر میخوری؟ آه دوای گرفتی به 24 رو میشه میخوری سختم سابق هم شکر تا چه کده بودی داشت یا نه دفعه فامیده بود؟ آه یک سال اشتاد این سرا بود سن چند سال است پدر عزیز؟ سنگیم یک افتاد باشه یک کم افتاد باشه خب باشه نواز تاریخ برنامه پدر عزیز پدر محترم ما تماس گرفته بود البته مشکل شکر داشت پس مشکل شکر یگانه مشکل است که اکثر اوقات ها میتونه که باعث باختن وزن شوه و ادرار بیش از حد داشته باشه پس مشکلات عدم فعالیت گرده همچون نظر ایجاد میشه پس کوشش داشته با پدر عزیز که تداوی تحت کنترل شکر خود را باید داشته باشه یعنی زیر تداوی مرکز کنترل شکر داشته باشی و اونمو دوایی که دکتر سه برات توصیه کرده او را بخوری و در پیروش کوشش داشته باشی پدر عزیز که رژیم غذایی کاملا متفاوت نظر به عضو فامیلت باید داشته باشی مانا که تو باید یک رژیم غذایی کاملا از برنج باید نخوری زیاد پدر عزیز و نوشابه های قطعا استفاده نکو از شیرینی باب استفاده نکو باز هم اگر مشکلت خوب نشد از ما مرکز کنترل شکر داریم از طریق برنامه میتونه که شماره تماس ما رو شما یادداشت بکنین و به طور رایگان ما در خدمت شما هستیم که ما تداوی لازمه که در بخش کنترل شکر داریم ما خدمت همه هموطنان از خود تقدیم کنیم خصوصا به خودت ما مشکل نیستیم بله سلامت باشین دکتر سه با وجود آمدن چربی شکم نزد آقایان و خانم ها چقدر میتونه خطرناک باشه در مجموع عواقب بسیار خطرناک داره که ما یکی از مشکلاتی که نزد خانم ها ایجاد میشه مو است که حتی مشکلات بی‌نظمی های عادت ماهوار نزد ایجاد میشه یک و حتی مشکلات ولادی نزد ایجاد میشه و در پهلوش میتونه که باعث افسردگی نزد خانم ها شاید در قدم بعدی میتونه که نزد آقایان عین شکل مشکلات افسردگی و مشکلات فشار بلند و مشکلات چربی های جگر و حتی مشکلات که به نام استرس بیشتر یادآوری کرده مشکلات کن ذهنی همچنان نزد آقایان شاید پیدا شد بله در رابطه با راه های تداویش هم صحبت داشته باشین دکتر سربی که آیا برطرف کردن چربی شکم امکان داره یا خیر اما قبل از تماس وصل میکنیم بله سلام و وقت بخیر سلام علیکم علیکم السلام بفرمایید برادر تشکر سلامت باشین یک کمک بلندتر صحبت کنین اسمتان از کجا تماس گرفتین اسمم محمد دستت خواب میره یا خواب میبره دستت؟ پای راست بکره دیخی دیگه عبود کرد باشه از طریق برنامه خواب بودگی بارست در نکی زمان میده چون چهار روز این خواهد روز که دستت ما فقط بوی خواب میبرست که بکنه میده بله درست است برادر گرامی دکتر صاحب جوابتان را خواهند داد از طریق تلویزیون و رادیو میتونی جوابت را بشنوی برادر عزیز مشکلات کمر داشت که اکثرت اوقات این مریضا که به شما مراجعه میکنه یا مشکلاتی که کمر دردی هست یکی از مشکلات همی است که ما با خود ظلم میکنیم این معنی که اکثرت اوقات از چیزهای استفاده میکنیم که در سن جوانی خود نمیفهمیم که وزن خیلی حاضیات را بالا میکنیم و در پایش میتونه که رژیم غذایی همچنان کاملا متفاوتر در اون وقت نمیداشته باشیم پس کوشش داشته باشیم همتان عزیز که فعلا سوال کرد این مشکلات کمر میداشته باش یا داره کوشش داشته باش که طبق دکتر ارتوپیدی یا استوان پیشرفتین معالجه بکنین تداوی بکنین چون عملیات میشه اما مشکلات خیلی حاضیات است خصوصا در افغانستان پس همی است که کوشش داشته باشی که دوای مناسب طبق دکتر ارتوپیدی و در پهلوش برای خودت بسیار بسیار چیزی که بسیار مهم است فیزیوتراپی هست یک و کوشش داشته باشی که اونمو فیزیوتراپی یا مساج هر کسی که برات میته اونمو ورزش که صبحانه برات میته کدام حرکات انجام بدی شبانه کدام حرکات انجام بدی و کوشش داشته باشی برادر عزیز که امو استراحتی که میکنی خوابگاهی که از خودت است باید کاملا متفاوت نظر به دیگرا باشی یعنی مونا که توشک باید نداشته باشی
و خود اونمو بالشت به طور نرمال بیشتر بالا نباشه و باز هم ما در خدمت هستیم به شکل مساج، بخش فیزیوتراپی در خدمت شماست که مساج بتی و در پالش میتونه که دوا بگیره. ان شاءالله خوب بشه. بله تشکر، خیلی سپاس از شما دکتر صاحب. در اخیر هم توصیه شما در این مورد را میشنویم. توصیه طبی ممی است که از طریق برنامه شما کوشش داشته باشه همتان عزیز ما که پرخوری زیاد نکنه، از الکل های متعدد، از نوشابه های متعدد استفاده نکنه و در ضمن از پروتئین زیاد استفاده نکنه و در پالوش از گوشت زیاد استفاده نکنه. همی است که انشالله که چیزهایی که مد نظر گرفتن میشه که صحتمند میباشه. تشکر، سلامت باشید. بله جا دار تشکری کنیم از همه شما خوبان که امروز هم با برنامه خودتان راه درمان همراه بودین. وقت بر همه تان خوش، خدا نگهدار.